کلیه دوستانی که برنامه رو مشاهده میکنن. خیلی ممنونم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. اگه اجازه فرمایید من یک مقدمه کوتاهی عرض بکنم خدمت شما و همه دوستان و علاقمندان محترمی که در این تالار گفتگو امشب شرکت کردن. پیش از هر چیز من عذرخواهی بکنم بابت گرفتگی صدا. نمیدونم چی شد، حالا امروز دو تا کلاس داشتم ولی حالا شاید توی کلاس و این جلسات باعث شد یه مقدار صدام گرفته است. پوزش من رو بپذیرید. عرض کنم برنامه امشب که تهیه شد انشالله اگه خدا بخواد ما چهار شب برنامه خواهیم داشت به مناسبت روز گردشگری، روز جهانی گردشگری که 27 سپتامبر بود، 5 مهر بود. همونطور که شما و بینندگان ما میدونند امسال سازمان جهانی گردشگری روز گردشگری رو به نام گردشگری و توسعه روستایی نامگذاری کرد. از 2 سال پیش این نام رو گذاشته بود، حالا امسال به خاطر شرایط کرونا یه مقدار تحت تاثیر این هم قرار گرفت. گروه جغرافیای خانه اندیشمندان علوم انسانی با همکاری انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران تصمیم گرفتن سلسله نشست‌هایی رو با عنوان گردشگری و توسعه روستایی برگزار بکنن. به همین خاطر 4 تا از مهمانان و پژوهشگران خوبمون در حوزه گردشگری رو ما در برنامه قرار دادیم که امشب در خدمت استاد محترم آقای دکتر محمد رضا رزوانی استاد دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران هستیم که از صحبت‌های ایشون استفاده بکنیم در حیطه گردشگری روستایی با عنوانی که برای ما تعریف کردن آقای دکتر تحت عنوان نقش گردشگری در توسعه پایدار سکونتگاه روستایی. خب من هم ضمن خوش آمدگویی به دوستان و علاقمندانی که در این تالار گفتگو شرکت میکنن امشب و صبر و حوصله و خرج میدن خدمت شما استاد محترم خوش آمد میگم. امیدوارم که برنامه ما بدون مشکل امشب پیش بره و ما در خدمت همه دوستان باشیم. من زیاد نمیخوام صحبت بکنم یا وقتی دوستان رو بگیرم، حالا آقای دکتر تا مستقر بشن یه مقدمه کلی که راجع به این برنامه هست عرض کردم خدمتتون، اما بیشتر میخوام مهمانان محترم برنامه صحبت بکنن. آقای دکتر رزوانی شما تو این زمینه سالها کار کردید، کتابهای خوبی نوشتید و ترجمه کردید و صاحب نظر هستید. میخوایم بیشتر از شما و نظرات شما استفاده بکنیم برای علاقمندانمون در بحث گردشگری روستایی و اهمیت و ضرورتش و اینکه چه جایگاهی داره در دنیا و در کشور ما. به همین خاطر من بدون اینکه وقت تلف بکنیم میخوام از شما بپرسم اگر پیش صحبتی دارید بفرمایید و اگر نه من با اینکه خود گردشگری روستایی چی هست و چه فعالیت هایی رو در بر میگیره با این سوال شروع میکنم در خدمتتون هست. بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت کلیه دوستانی که در برنامه حضور دارم، همونطور که فرمودید شما امسال از سازمان بهداشت جهانی امسال سازمان جهانی گردشگری و توسعه روستایی این شعار در واقع نشان دهنده اهمیت گردشگری در توسعه روستایی و همینطور نشان دهنده اهمیت مناطق روستایی برای توسعه گردشگری است. مناطق روستایی بخش مهمی از عرصه‌های طبیعی در سطح زمین رو اشغال می‌کنند و منابع طبیعی و فرهنگی گسترده برای توسعه گردشگری دارند و این بستر و ارزش مناطقی برای پیشگیری انواع گردشگری در مناطق روستایی. به حال ارتباط بین گردشگری و توسعه روستایی ارتباط متقابل هست،
هم مناطق روستایی میتونه به توسعه گردشگری کمک بکنه و هم گردشگری میتونه کمک کنه به حل بسیاری از مسائل و مشکلاتی که در نواحی روستایی وجود داره. برای اینکه به هر حال گردشگری بتواند، ما بیشتر از زاویه توسعه روستایی به موضوع نگاه میکنیم، نقشی که گردشگری میتواند در توسعه روستایی داشته باشه، البته برای اینکه نقش به درستی تحقق پیدا کنه، خب نیازمند شرایط هست، الزامات هست، نیاز داره به برنامه، نیاز داره به مدیریت مناسب و نیاز داره به مشارکت دست‌اندرکاران در سطوح مختلف. در واقع با این الزامات هست که میتوان نقش گردشگری رو در توسعه روستایی محقق کرد. بله، عذرخواهی میکنم، من وسط صحبت شما، من توضیح رو بدم خدمت شما و دوستان دیگر که ما در شبهای دیگر با موضوعات دیگر در خدمت دوستان خواهیم بود. فردا شب هم طبق زمانی که داشت خانه اندیشمندان با موضوع آسیب شناسی گردشگری روستایی در ایران در خدمت دوستان هستیم و هفته آینده یک شنبه و دوشنبه با دو تا بحث، یکی مدیریت بحران به خصوص کرونا و گردشگری روستایی در دوران کرونا و پس از کرونا خواهیم در خدمت دوستان خواهیم بود و موضوع آخرمون برای هفته دیگه دوشنبه سیاست‌های توسعه گردشگری و بحث سیاست‌گذاری هست. امروز بیشتر میخوایم بپردازیم نقش گردشگری در توسعه روستایی و دیدگاه ها و نظراتی که هست. بازم برای شروع بحث من میخوام یه تعریف آقای دکتر از گردشگری روستایی به طور خلاصه داشته باشید و اینکه بگید مثلا چه فعالیت هایی، چون میخوام یه مقدار روشن باشه. بعضی از بحث ها رو ما اینجا داریم که در قالب گردشگری میدونیم، اما با تعریفی که از گردشگری وجود داره و واقعیت هایی که در دنیا در کشورهای بخصوص کشور اروپایی و پیشرفته در حیطه گردشگری روستایی اتفاق میفته، در جامعه ما اونچنان که باید شاید بر اساس اون به اصطلاح روند و روال نیست. بنابراین میخوام یه مقدار بحث روشن بشه برای ما و دوستان علاقمندانی که اومدن، ببینیم اساسا گردشگری روستایی چیه، چه تعریفی ازش داریم و چه فعالیت هایی رو در بر میگیره. بله، تعاریف مختلفی از گردشگری روستایی وجود داره. برخی از این تعاریف هر نوع گردشگری که در نواحی روستایی صورت میگیره و اتفاق میفته رو به عنوان گردشگری روستایی تعریف میکنند، ولی این تعریف با اشکالاتی مواجه هست به دلیل اینکه ممکنه بعضی از فعالیت‌های گردشگری که در نواحی روستایی هست ماهیت روستایی نداشته باشه و همینطور ممکنه اون اثر بخشی رو برای جامعه روستایی به همراه نداشته باشه. تعریفی که حالا بنده بیشتر روش تاکید دارم در زمینه گردشگری روستایی، در واقع گردشگری روستایی نوعی گردشگری است که معرف زندگی، فرهنگ، هنر و میراث مناطق روستایی بوده و جامعه محلی را از لحاظ اقتصادی و اجتماعی بهره‌مند سازد، ضمن اینکه ارتباط بین گردشگران و جامعه محلی را برای غنی‌سازی تجربه گردشگران فراهم میکنه. با این تعریف در واقع جاذبه های گردشگری و محصولات گردشگری روستایی حتما باید با میراث طبیعی و میراث فرهنگی روستا گره خورده باشه، یعنی به هر حال اون محصولات گردشگری روستایی باید متمایز باشه با محصولاتی که در حالا گردشگری غیر روستایی وجود داره یا در گردشگری شهری وجود داره، ضمن این که خب هر منطقه روستایی هم ممکنه به لحاظ میراث طبیعی و فرهنگی تفاوت‌هایی داشته باشه. بنابراین جاذبه ها و محصولاتی که حالا در هر منطقه روستایی یا در هر روستا وجود داره میتواند متفاوت باشه. این یه نکته هست که به هر حال محصولات گردشگری روستایی باید ویژگی روستایی داشته باشه، با میراث طبیعی و فرهنگی روستا کاملا مرتبط باشه. نکته بعدی این که گردشگری روستایی باید منافعی رو برای جامعه محلی به همراه داشته باشه، چه در زمینه‌های اقتصادی چه در زمینه‌های اجتماعی، یعنی باید به حال کمک کنه به حل مسائل و مشکلات اجتماعی و اقتصادی روستاها، از جمله فرض کنید بحث ایجاد اشتغال، بحث افزایش درآمد، متنوع سازی منابع اشتغال و درآمد، کمک بکنه به یکپارچگی اجتماعی، همبستگی اجتماعی، کمک بکنه به
کاهش مهاجرت و تثبیت جمعیت. حتما باید منافعی رو داشته باشه برای جامعه محلی. منظور جامعه محلی برای اکثریت جامعه محلی هست. بنابراین اگر منافع گردشگری روستایی فقط متوجه افراد معدودی در یک روستا باشه، اون ماهیت گردشگری روستایی مخصوصا با نگاه جامعه محور رو نخواهد داشت. نکته دیگه که باز در این تعریف وجود داره، بحث ارتباط بین گردشگران و جامعه محلی هست. خود این ارتباط گردشگران با جامعه محلی باعث غنی‌سازی تجربه گردشگران میشه و اساسا گردشگران تمایل دارن که با جامعه محلی ارتباط داشته باشن، در فعالیت‌های روستایی مشارکت بکنن و همین دلیل باید در برنامه‌های توسعه گردشگری روستایی، در ارائه محصولات گردشگری روستایی، این زمینه ارتباط بین گردشگران و جامعه محلی فراهم بشه و زمینه مشارکت گردشگران در فعالیت‌های روستایی در واقع به وجود بیاد. بسیار عالی. عذرخواهی می‌کنم. پس همینجا روشن بکنیم که با انواع فعالیت‌هایی که در محیط‌های روستایی و یا فضاهای وسیع طبیعی اتفاق می‌افته و ممکنه بعضی ها فکر کنن اینم جزئی از گردشگری روستایی هست، آیا بگیم اینا هست یا نیست؟ مثلا انواع فعالیت هایی که در طبیعت هست، حالا وارد عرصه‌های جنگلی، بیابون، کویر یا کوهستان میشن یا فعالیت های کوهنوردی و فعالیت های دیگه‌ای که به نوعی از شهر خارج میشن و در طبیعت قرار میگن، اما ممکن هیچ ارتباطی با جوامع محلی و روستایی نداشته باشن و هیچ اثری نذارن و یا هیچ از خدمات امکانات اونا استفاده نکنن و یا در واقع جوامع درگیری این قضیه نشن، رو خیلی نمیتونیم در حیطه گردشگری روستایی قرار بدیم، درسته؟ بله، البته بحث روستا و رورال و مناطق روستایی به فضاهای خارج از شهرها اطلاق میشه و همین دلیل فضاهای روستایی حدود مثلا 80-90% عرصه‌های طبیعی رو تشکیل میده و حالا کوهستان و جنگل و بیابان جزء عرصه‌های روستایی هست و جاذبه های گردشگری رو تشکیل میده. ولی اون معیاری که اشاره شد، بحث مشارکت جامعه محلی و بهره‌مندی جامعه محلی، معیار مهمی هست در موضوع گردشگری روستایی. خیلی ممنون. خب در این صورت روستاها و نواحی روستایی چه ارزش هایی دارن برای گردشگر و گردشگری؟ یعنی چه توانها، جاذبه ها و ارزش هایی دارن که میتونن برای گردشگران عرضه بکنن؟ بله، در دو بخش میراث طبیعی و میراث فرهنگی جاذبه های وجود داره. در واقع ما در روستا منابع طبیعی داریم، منابع فرهنگی داریم که در واقع این منابع قابلیت و پتانسیل تبدیل شدن به جاذبه گردشگری رو داره. به هر حال محیط های روستایی چه در زمینه طبیعت که شامل به هر حال هوای سالم و تمیز هست، هوای پاک هست که معمولا ما در شهرها این هوای سالم رو نداریم، دیدن و مشاهده مناظر طبیعی، حالا کوه باشه، جنگل باشه، مرتع باشه، همینطور حیات جانوری چه به صورت اهلی چه به صورت حیات وحش، اینا به هر حال منابعی هست که جذاب هست و میتونه برای گردشگری استفاده بشه. از اون طرف تو بحث منابع فرهنگی، خود شیوه زندگی روستایی خودش یه جاذبه هست. به هر حال متفاوت هست با شهرها. فعالیت‌های روستایی خب با شهرها کم و بیش تفاوت داره. خود شیوه زندگی روستایی، فرهنگ زندگی روستایی، آداب و رسومی که در روستاها وجود داره، غذاهایی که به صورت سنتی و بومی در روستاها وجود داره و معماری روستایی، همه اینها در واقع منابعی است که می تواند تبدیل بشه به جاذبه و محصول گردشگری و کمک کنه به توسعه گردشگری روستایی. حتی فعالیت های در مزرعه، درسته؟ فعالیت های مزرعه، فعالیت های کشاورزی، فعالیت های دامداری که تحت عنوان گردشگری مزرعه و گردشگری کشاورزی مطرح هست، خب بخشی از جاذبه های گردشگری هست در مناطق روستایی. بله. یه دکتر همینجا برای منم سوال، شاید برای کسانی که در تالار هستن هم سوال باشه، بحث خانه های دوم هست. خانه های دوم که عمدتا در جاهای خوش آب و هوا و خوش منظره
خیلی رواج پیدا کردن، حالا در کشور ما، حالا متاسفانه یا خوشبختانه که من خودم نظر شخصی من متاسفانه هست، این که آیا خانه دوم هم در حیطه گردشگری روستایی قرار میگیره یا نه؟ خانه های دوم به هر حال یک نوع گردشگری است تحت عنوان گردشگری خانه های دوم، ولی ممکنه این نوع گردشگری پایدار نباشه، یعنی اون ویژگی های مطلوبی که ما برای گردشگری روستای قائل هستیم رو در واقع نداشته باشه. خانه های دوم البته اگر به صورت کنترل شده و مدیریت شده شکل بگیره میتواند اون خصوصیات گردشگری روستایی رو داشته باشه و کمک بکنه به توسعه روستایی و کمک کنه به پایداری روستاها که معمولا در حالا کشورهای مثلا توسعه یافته به همین صورته، چون اونجا توسعه خانه‌های دوم مدیریت شده هست، کنترل شده هست، در واقع خانه‌های دوم معمولا در بافت داخل روستاها شکل میگیره، زمین‌های خالی یا خانه‌های قدیمی متروکه اونها در واقع ترمیم میشه، احیا میشه و تبدیل میشه به خانه‌های دوم. ولی خب اون متاسفانه اون چیزی که در ایران اتفاق افتاده عمدتاً آثار منفی داشته، نه تنها کمکی نکرده به توسعه روستایی، کمکی به اشتغال و درآمد روستایی نداشته، بلکه برعکس حتی باعث تخریب محیط زیست شده، تخریب منابع طبیعی شده و آثار نامطلوب زیادی رو به همراه داشته که البته دلیلش هم این است که کنترل نشده هست، خودجوش هست و متاسفانه خانه های دوم عمدتاً خارج از بافت سکونتی روستا شکل گرفته، باعث تغییر کاربری اراضی کشاورزی شده، باعث تخریب جنگل ها و مراتع شده. حالا تو کشور ما متاسفانه یک الگوی نامناسبی از گردشگری روستایی همین خانه های دوم هست که اساساً مد نظر ما نیست و کلاً مردود هست و ناپایدار هست. ولی به صورت کلاسیک گردشگری خانه دوم در کشورهای مثلا اروپا اسکاندیناوی که مدیریت شده هست نقش مفید و موثری داشته در پایداری روستاها. بله خیلی ممنون. یعنی اگه ما اگه بخوایم برگردیم به اون تعریف گردشگری، یعنی حضور افراد در جایی غیر از محل سکونت و زندگی دائمیشون برای یه مدت کوتاه، حداقل یک شب یا حالا کمتر از یه سال و اینها بخوایم حساب بکنیم و با اهداف مختلفی که دارن، میبینیم خانه‌های دوم خیلی از این ویژگی‌ها رو نداره، ویژگی‌هایی که در این تعریف هست نداره. یعنی طرف میره بخصوص در کشور ما یه خونه دومی رو می‌خره یا می‌سازه، مالکیت داره به عنوان یه خونه بعدیش هست و در تعطیلات یا هر موقع اراده کنه میره در اونجا مستقر میشه و در کشور ما هم اغلب حتی مواد محصولاتی که باید اونجا مصرف بکنن از همین شهری که نشسته و به عنوان خانه اولش هست با خودش میبره. یعنی هیچ اثری بر جامعه محلی نمیذاره بجز حالا دفع زباله و پسماند و مسائل دیگر. بنابراین اگه بخوایم تعریف گردشگری رو در این قضیه دخالت بدیم خیلی در چارچوب گردشگری قرار نمیگیره. درسته؟ کاملا درسته. خانه‌های دومی که در کشور ما شکل گرفته ببیشه در اطراف کلان شهرها، مخصوصا در عرصه‌های کوهستانی که جذاب هست و خوش آب و هواست، متاسفانه اون ویژگی های گردشگری روستایی رو نداره و بیشتر مخرب هست برای توسعه روستاها. بله بسیار عالی. خب نکته ای که باز در مورد گردشگری ما وجود داره، حالا من بحث آسیب شناسی گردشگری انشالله فردا شب با مهمان دیگه ای خواهیم داشت، خیلی وارد مسائل حالا آسیب ها و چالش هاش نمیشتیم، برگردیم به خود بحثی که گردشگری چجوری میتونه کمک بکنه. آقای دکتر چه نگاه‌هایی به گردشگری روستایی هست؟ یعنی از نظر دیدگاه‌های نظری برای توسعه روستایی ما چه دیدگاه‌هایی داریم و چه نگاه‌هایی برای توجه به گردشگری وجود داره؟ گردشگری روستایی در واقع یک فعالیتی است که در واقع مرتبط و مکمل سایر فعالیت‌های روستایی هست. در واقع گردشگری روستایی جایگزین فعالیت‌های روستایی نیست، بلکه بیشتر مرتبط و مکمل سایر فعالیت‌های روستایی هست که این ارتباط گردشگری با سایر فعالیت‌های روستایی منجر به ارزش آفرینی میشه در روستا. اول اینکه خب گردشگری روستایی خودش میتونه عاملی باشه برای حفظ میراث طبیعی و فرهنگی، چون به هر حال وقتی روستاییان احساس کنن که
میراث طبیعی عاملی است برای ورود گردشگران و ایجاد اشتغال و درآمد، انگیزشون برای حفاظت بیشتر میشه. همینطور در مورد میراث فرهنگی هم همینطور، وقتی که میراث فرهنگی به هر حال زمینه‌ای باشه برای جذب گردشگر و کمک بکنه به اشتغال و درآمد، انگیزه روستاییان برای حفاظت از فرهنگشون، آداب و رسومشون، هویتشون و معماریشون در واقع بیشتر میشه. بنابراین گردشگر روستایی اینجا عاملی است برای حفظ میراث طبیعی و فرهنگی در مناطق روستایی. خب ارتباط فعالیت‌های گردشگری روستایی با فعالیت‌های دیگر روستاییان کمک می‌کنه به توسعه فعالیت‌های کشاورزی، دامداری، می‌تونه به هر حال در بازاریابی محصولات کشاورزی، دامی و صنایع دستی مؤثر باشه، می‌تونه به هر حال کمک بکنه به کاهش واسطه‌ها و روستاییان بتونن در محل روستا برخی از محصولات کشاورزی، دامی و صنایع دستی خودشون رو در حال عرضه بکنن و احیا بکنن. بنابراین از بود ارزش آفرینی و تقویت و تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی و دامی خیلی مؤثر هست و میتونه کمک بکنه به ایجاد کسب و کارهای جدید در مناطق روستایی از بود به حال کارآفرینی. همینطور به حال کمک میتونه بکنه به حفظ هویت روستایی، میراث روستایی، معماری روستایی. خب از زمانی که حالا در کشور ما در چند سال اخیر بحث اقامتگاه بومگردی خب مطرح شد و شکل گرفت و گسترش پیدا کرد، انگیزه ها در مناطق روستایی برای حفظ معماری روستایی و مساکن سنتی خیلی بیشتر شده، چون قبلا اینها خونه های تاریخی قدیمی کاربرد خاصی نداشت، بازدید کننده نداشت، ارزش آفرین نبود، ولی الان خودش تبدیل شده به یک جاذبه. مساکن سنتی معماری روستایی تبدیل شده به یک جاذبه و عاملی است برای جذب گردشگران و اشتغال و درآمد، و بنابراین انگیزه روستاییان رو برای حفظ میراث فرهنگی و معماری روستایی و هویت روستایی به هر حال بیشتر کرده. به هر حال گردشگری روستایی میتونه کمک کنه به بازآفرینی روستاها، تجدید حیات روستاها. البته حالا ما نظرم اینه که درسته که حالا گردشگری خیلی مهم هست و مفید و مؤثره، ولی الزاماً در واقع داروی شفابخشی برای همه روستاها در همه جا نیست. درسته که حالا کم و بیش منابع فرهنگی و طبیعی وجود داره در روستاها، کم و بیش و جاذبه ها کم و بیش وجود داره، ولی خب ممکنه شرایط روستاها متفاوته، موقعیت روستاها متفاوته و اولویت گردشگری در همه روستاها یکسان نیست. به هر حال باید مرتبط با سایر فعالیت ها و با توجه موقعیت روستا و از طریق برنامه ریزی این کار صورت بگیره. خیلی ممنون. پس اگر خلاصه بکنم فرمایشات جناب عالی رو، گردشگری در واقع یه فرصتی هست برای روستاها، به خصوص روستاهای مقصد، که محصولات خودشون رو عرضه بکنن، تولیدات خودشون رو افزایش بدن و به طور مستقیم بفروشن و بتونن اقتصاد و کسب و کارشون رو رونق بدن، و از اون ور هم فرصتی هست برای اینکه بتونن میراث فرهنگی و همچنین میراث طبیعی خودشون رو قدر بدونن و بتونن برای حفاظت اونها بیشتر کار بکنن و به طور کلی فرهنگ خودشون رو به همه دیگران معرفی بکنن. اما نکته‌ای که به درستی اشاره فرمودید، خب شاید سوالی باشه که همه روستاها چنین شرایطی ندارن، یعنی فرض کنید که جاذبه های طبیعی خاص و یونیکی ندارن و یا از نظر بافت کالبدی و معماری مسکن روستایی اینها خیلی ویژه نیستن و یا خیلی شرایط مناسبی برای رشد و رونق گردشگری ندارن. با این حال خب طبیعیه که تفاوت خواهد کرد، هم نواحی روستایی هم خود روستاها در این فرایند. یعنی میتونیم این نتیجه رو بگیریم که خب گردشگری به عنوان تنها گزینه شفا بخش یا راه نجات اقتصاد همه روستاها نیست. همونطور که اشاره فرمودید، در کنار بخش‌های دیگه اقتصادی مثل گردشگری، مثل کشاورزی، مثل صنایع دستی یا فعالیت‌های دیگه‌ای که داره، به عنوان بخش مکمل قرار می‌گیره و باعث
رونق و رشد و توسعه اقتصاد و فرهنگ جوامع روستایی میشه. خب یه نکته رو من در این زمینه عرض بکنم. بفرمایید. یک مفهومی هست به نام USP، Unique Selling Point. بله. در واقع منظور ارزش منحصر به فرد هست، یعنی به هر حال هر روستایی به هر حال باید یک ارزش منحصر به فرد داشته باشه در گردشگری، در واقع محصول ویژه‌ای داشته باشه، چون فضای گردشگری فضای رقابتی است. بله. خب همه روستاها دنبال گردشگری هستند، کشورهای مختلف، بنابراین اگر یک روستایی میخواد به هر حال در زمینه گردشگری موفق باشه باید محصولات گردشگری ویژه و متمایزی ارائه بکنه. بله. تا بتونه در واقع رقابت بکنه با سایر مقصدهای گردشگری و این محصول ویژه، ارزش ویژه‌ای که یا ارزش منحصر به فردی که ایجاد میکنه، حالا ارزش منحصر به فرد میتونه در اقامت باشه، میتونه در پذیرایی باشه، میتونه در جاذبه ها باشه، میتونه در فعالیت ها باشه، باید این محصول در واقع منحصر به فرد یا ارزش ویژه منحصر به فرد در هر روستا شناسایی بشه، معرفی بشه و این میتونه در واقع کمک بکنه به افزایش رقابت پذیری. اگر این مشخص نشه، روستاها ممکنه که در سمت عرضه خیلی موفق باشن ولی ممکنه نتونن گردشگران رو جذب کنن به روستاها و گردشگران در واقع حضورشون و بازدیدشون از روستاها استمرار پیدا نکنه. بله. خیلی ممنون. سوالی که میخواستم بپرسم همین بود، در همین زمینه که شما اشاره فرمودید. اگر از دید اقتصادی به گردشگری نگاه کنیم و گردشگری روستایی، خب ما در دید اقتصادی میگیم بحث عرضه و تقاضا. خب تقاضای گردشگری روستایی اینجا گردشگران هستن که خب باید بازاریابی بشن یا با اهداف مختلف افراد میرن به سمت گردشگری روستایی. عرضه گردشگری روستایی چیه؟ توی این بحث بازار عرضه و تقاضا، عرضه گردشگری روستایی به طور مشخص چیا میتونه باشه؟ بله، گردشگری به هر حال یک سیستم هست، در واقع مجموعی از مؤلفه ها وجود داره که سیستم گردشگری وجود داره، که در بعضی از سیستم هایی که برای گردشگری ارائه شده ما دو سمت عرضه داریم و سمت تقاضا. سمت عرضه در واقع همون منابع روستایی هست، جاذبه های گردشگری هست که در روستا وجود داره، اقامت هست، در واقع امکانات گردشگری روستا هست در زمینه اقامت، در واقع پذیرایی، همینطور بحث حمل و نقل هست، بحث راه ارتباطی، بحث اطلاعات هست، انفورمیشن هست، موضوع پروموشن هست، پیشبرد فروش، در واقع اینها مؤلفه های سمت عرضه گردشگری است. و در واقع عرضه گردشگری فقط شامل جاذبه نیست. خب توی صحبت هایی که حالا معمولا مطرح میشه بعضا تو رسانه ها و یا بعضا مردم، صرفا به جاذبه ها اشاره میکنن. البته اون چه هم که اشاره میکنن در واقع جاذبه نیست، بیشتر منابع هست، منابعی است که در واقع پتانسیل تبدیل شدن به جاذبه گردشگری داره. جاذبه موقعی است که به هر حال یک اثر طبیعی یا فرهنگی قابلیت بازدید داشته باشه، یعنی معرفی شده باشه، بازاریابی شده باشه، امکانات و خدمات مرتبط با اون ایجاد شده باشه، در اون صورت تبدیل میشه به جاذبه و محصول گردشگری. در واقع این تمام اجزا و مؤلفه‌های سمت عرضه با هم معنا پیدا می‌کنه. و در سمت دیگه هم سمت تقاضا هست که خیلی مهم هست و ما باید در بحث گردشگری روستایی از طریق برنامه ریزی بازار هدفمون رو مشخص کنیم، حجم بازار تعریف بشه و باید ببینیم گردشگرانی که هدف ما هستن چه کسانی هستن، چه ویژگی هایی دارن، باید بخش بندی صورت بگیره در بازار و سعی کنیم به هر حال محصولاتی رو ارائه کنیم که برای اونها جذابیت داشته باشه و بتونیم در واقع اونها رو جذب کنیم و رقابت بکنیم. در واقع در بحث گردشگری روستایی، در برنامه‌ریزی گردشگری روستایی باید این نگاه سیستمی به هر دو سمت عرضه و تقاضا شروع بشه و اتفاقا شروع کارم باید از سمت تقاضا باشه. اول ما باید بازار رو بشناسیم، بازار شناسی بکنیم و متناسب با
بازار بیایم محصولات گردشگری رو معرفی کنیم و عرضه کنیم. یعنی اینطور نباشه که حالا فقط به سمت عرضه بپردازیم بعد دنبال بازار و مشتری بگردیم. نه، اساسا شروع کار باید از بازارشناسی باشه، بازار هدف باشه و متناسب با بازار هدف محصولات رو معرفی بکنیم و عرضه بکنیم در گردشگری. خب به این ترتیب نتیجه میگیریم که گردشگری روستایی هم یه حوزه تخصصی هست، یعنی یه مقدار نیازمند دانش و سواد هست که بتونیم برنامه ریزی بکنیم و توی این بازار رقابتی جایگاهی رو مثلا برای روستای خودمون یا برای ناحیه خودمون ایجاد بکنیم که ما هم اگر در اون روستا یا ناحیه هستیم به عنوان یکی از خانوارها یا افراد و به قول معروف ذینفعان محلی بتونیم جایگاهی رو داشته باشیم. درسته اون چه که در کشور ما متاسفانه هنوز خیلی جا نیافتاده، ما شاهد این برنامه ها نیستیم. البته داشتیم افرادی که نوآور بودن، ابتکار داشتن، به حسب حالا یه حادثه یا اتفاقی یا به حسب به اون ویژگی کارآفرینی و نوآوری که داشتن یه کارایی کردن و حتی در سطح بین‌المللی هم معروف شدن و گردشگران خارجی هم به اون روستاها میرن برای دیدن اونها یا استفاده از محصولاتی که عرضه میکنن. اما به طور کلی وقتی به کشورمون نگاه میکنیم، روستاها میبینیم نه، خیلی از روستاییان از این روند، از این فرایند به دورن، یعنی خیلی اطلاعات و دانشی ندارن در مورد اینکه عرصه گردشگری یا عرصه تخصصی و برنامه‌ریزی شده ای رو میطلبه و باید با دانش و مهارت وارد این عرصه بشن. همینجا من میخوام بپرسم که بحث جوامع محلی مطرح میشه. جوامع محلی، حالا ما عمدتا روستاییان و یا عشایر رو اینا رو میگیم جوامع محلی، یعنی هرچی از شهرها دورتر میشیم و روستاهای کوچیکتر یا کم دسترستری رو بهشون میرسیم، لفظ جامعه محلی برای اونها بیشتر در واقع میتونه قرار بگیره. حالا در صورت جامعه روستایی یا جامعه محلی میگیم، نظر شما در مورد جامعه محلی چیه؟ اینا چه نقشی میتونن در توسعه گردشگری روستایی داشته باشن؟ اساسا چه جایگاهی باید داشته باشن؟ برای اینکه گردشگری در خدمت جامعه محلی باشه، کمک بکنه به توسعه جامعه محلی، به هر حال باید جامعه محلی در فرایند گردشگری مشارکت داشته باشه. در این راستا یکی از رویکردهایی که در زمینه گردشگری روستایی وجود داره و اساسا در زمینه توسعه گردشگری، رویکرد گردشگری روستایی جامعه محور هست یا اجتماع محور تحت عنوان CBRT، گردشگری روستایی جامعه محور یا اجتماع محور. بله. که در این رویکرد جامعه محلی، مردم محلی و نهادهای محلی در فرایند برنامه ریزی و مدیریت گردشگری نقش مؤثر و فعالی دارند. در واقع جامعه محلی هم در برنامه ریزی و هم در مدیریت نقش مؤثری دارند که در این صورت میتوانند از منافع گردشگری در واقع بهره‌مند بشن. البته خب این مشارکت مؤثر مردم و نهادهای محلی در توسعه گردشگری خب الزاماتی داره، شرایطی داره، نیاز هست به شبکه سازی، نیاز هست به همکاری، نیاز داره به توانمندسازی یا توان افزایی جامعه محلی. جامعه محلی به هر حال چه در زمینه مالی چه در زمینه مهارت‌های مدیریتی باید توانسازی توانش افزایش پیدا بکنه، توانمند بشه و افزایش توان پیدا بکنه تا بتونه در گردشگری مشارکت بکنه. در واقع اگر ما مدل برنامه‌ریزی گردشگری و توسعه گردشگری اجتماع محور رو و جامعه محور رو در نظر بگیریم، ورودی این مدل همکاری است. ورودی این مدل در واقع شبکه سازی بین دستاندرکاران، تمام اشخاص حقیقی و حقوقی که به هر حال در سطوح مختلف، چه در سطح نقاط روستایی، در سطح ناحیه روستایی و سطوح بالاتر در گردشگری روستایی مؤثر هستند، یعنی تاثیرپذیر هستند، تاثیرگذار هستند یا هر دو. بنابراین ورودی این مدل همکاری است، شبکه سازی است، توان افزایی است، چه در زمینه مالی چه در زمینه در واقع مهارت‌های مدیریتی، و همینطور ورودی این مدل رهبری هست. فرایندی که در این مدل وجود داره همون مشارکت
مردم و نهادهای محلی هست در زمینه گردشگری. اگر این ورودی و این فرایند به خوبی عمل بکنه، اون موقع ما خروجی مدل رو خواهیم داشت که این خروجی مدل اولا حفاظت هست، حفاظت از میراث طبیعی و فرهنگی و منافعی که گردشگری میتونه به لحاظ اقتصادی، به لحاظ فرهنگی، به لحاظ محیطی و اجتماعی برای مناطق روستایی داشته باشه و نتیجه نهاییش هم همون افزایش پایداری مناطق روستایی هست. به همین خاطر رویکرد مناسبی که برای گردشگری روستایی من پیشنهاد میدم همین رویکرد اجتماع محور هست، جامعه محور هست، که در اون صورت میتونن اهداف گردشگری روستایی رو در واقع محقق ببخشه. بله، بسیار عالی. واقعا موضوع جالبی هست که باید بیشتر بهش توجه بشه. همونطور که فرمودید نیازمند برنامه‌ریزی و داشتن سیاست‌های مناسب برای توانمندسازی و ظرفیت‌سازی در نواحی روستایی هست که ما بتونیم به سمت گردشگری اجتماع محور بریم در حیطه روستاها. توی همین بحث صحبت از یا یه مدل از گردشگری تعاونی‌های گردشگری میشه. نظر شما در مورد تعاونی گردشگری روستایی چیه؟ اینا میتونن چه جایگاهی در این مدلی که فرمودید گردشگری اجتماع محور، در این مدل تعاونی‌ها چه جایگاهی میتونن داشته باشن؟ بله، اشاره شد که به هر حال توسعه گردشگری روستایی اجتماع محور نیازمند همکاری هست. خب تعاونی هم یک مدل خیلی مشخص از گردشگری روستایی هست. گردشگری روستایی که خب مد نظر ما هست توی مقیاس‌های مختلف صورت میگیره، تو مقیاس کسب و کارهای گردشگری، تو مقیاس روستاهای گردشگری، یعنی روستایی که مجموعی از کسب و کارهای گردشگری رو در خودش داره و تبدیل شده به یک مقصد گردشگری. همینطور یه سطح دیگری هم از گردشگری بحث یک ناحیه روستایی است. در واقع سه مقیاس: کسب و کار، روستا و ناحیه روستایی مهم هست در برنامه ریزی و مدیریت گردشگری. که در واقع اینجا حالا ما فرض کنید در سطح روستا اگر به حال ما کسب و کارهای گردشگری داریم که در زمینه‌های مختلف فعالیت میکنن، اینها در واقع از طریق همکاری، از طریق مشارکت با یکدیگر میتونن کمک کنن که به حال جذابیت روستا بیشتر بشه و در جذب گردشگران موثرتر باشن، هزینه ارائه خدمات رو کاهش بدن. این خیلی مهمه که هزینه تمام شده در واقع کاهش پیدا بکنه. ضمن این که به هر حال از طریق همکاری ما میتونیم جاذبه های مختلف و محصولات مختلف گردشگری که در روستاها وجود داره رو با هم ترکیب بکنیم و تبدیل بشه به یک بسته های سفر و در واقع مسیرهای گردشگری به وجود بیاد. و اساساً حالا تعاونی، البته تعاونی که کاملا خودجوش باشه، یعنی تعاونی دستوری و از بالا نباشه، یعنی خوده. مثلا فرض کنید همین اقامتگاه بومگردی، خب احساس کنن که اگر با هم همکاری داشته باشن در قالب تعاونی، خب این میتونه به نفعشون باشه، میتونه رقابت پذیریشون رو افزایش بده، میتونه هزینه هاشون رو کاهش بده، میتونه در جذب گردشگر در واقع مفید و مؤثر باشه. اگر این احساس نیاز درشون باشه، خب تعاونی هم یه شکل مناسبی میتونه باشه از اون همکاری که مد نظر هست برای توسعه گردشگری روستایی. بسیار عالی، خیلی ممنون. سوالی که باز اینجا مطرح میشه در قالب کلی بحث آثار و پیامدهای گردشگری روستایی هست برای جوامع روستایی. حالا تا حالا صحبت از این بود که به عنوان یک گزینه اقتصادی و تنوع بخشی به فعالیت‌هاشون هست، و بحث این هست که آثار و پیامدهای گردشگری میتونیم چجوری دسته‌بندی بکنیم، چه بخشیش حالا آثار و پیامد مثبت هستن، چه بخشیش میتونن منفی باشن و چه تبعاتی میتونه داشته باشه. اساساً گردشگری با توجه به ماهیت و ابعادی که داره میتونه اثرات و پیامدهای مختلفی داشته باشه در زمینه‌های محیط زیستی، در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. و در فرایند برنامه‌ریزی
گردشگری، گردشگری روستایی باید این اثرات احتمالی پیشبینی بشه و مدیریت بشه. یعنی ما باید در برنامه‌ریزی پیشبینی کنیم که با ورود گردشگران احتمالاً چه پیامدهایی و چه اثراتی در ابعاد مختلف به وجود میاد. این در واقع اثرات باید پیشبینی بشه و در همون فرایند برنامه‌ریزی هم باید برای مدیریت این اثرات اقداماتی و تلاش‌های صورت بگیره. مدیریت اثرات منظور این که ما بتونیم اثرات منفی رو به حداقل ممکن برسونیم و اثرات مثبت رو در واقع افزایش بدیم. با مدیریت اثرات و اون اقداماتی که برای مدیریت اثرات صورت میگیره ما میتونیم اثرات منفی رو کاهش بدیم و در واقع اثرات مثبت رو افزایش بدیم که حتما در برنامه‌ریزی‌ها باید صورت بگیره. به عنوان مثال، خب یک مقصد گردشگری، یک روستا به هر حال یک ظرفیتی داره، یک ظرفیت تحملی داره. بله. به هر حال یک روستا با توجه به وسعتش، وسعت بافت سکونتیش، با توجه به تعداد جمعیت، تعداد مساکن، یه ظرفیتی داره برای جذب گردشگر. خب اگر این ظرفیت رعایت نشه و تعداد گردشگران در ایام خاص خیلی زیاد باشه، خب این میتونه تبعات مختلفی داشته باشه در زمینه‌های مختلف. هم تجربه گردشگران رو کاهش میده کیفیتش رو، هم فشار روی جامعه محلی است، فشار روی تأسیسات است، فشار روی منابع فرهنگی است. بنابراین یکی همین اقداماتی که میتونه کمک کنه به اون مدیریت اثرات در زمینه گردشگری، تعیین ظرفیت گردشگری. یعنی یک روستا به هر حال باید تعریف بشه که حد اکثر چه تعداد گردشگر رو مثلا در روز میتونه تحمل بکنه، بپذیره. این حد اکثر باید مشخص بشه، محاسبه بشه و اجرا بشه و گردشگران بیشتر از اون در واقع وارد روستا نشن. به هر حال این برای که اثرات مدیریت بشه نیازمند این هست که هم جامعه محلی توانمند بشه و مشارکت فعال داشته باشه و آموزش ببینه، هم گردشگران. جامعه محلی مقصد گردشگری، خب در فرایند برنامه‌ریزی گردشگری خودشو معرفی میکنه، هم جاذبه هاشو معرفی میکنه، هم محصولاتشو معرفی میکنه، هم ارزشاشو معرفی میکنه، ویژگی هاشو میگه، فرهنگشو میگه، ارزشاشو بیان میکنه و ضوابط مقرراتشو بیان میکنه. از اون طرف هم به حال گردشگری که میخواد وارد این روستا بشه باید آشنا بشه با ویژگی های روستا، ویژگی های فرهنگیشون، ویژگی های اجتماعیشون، ضوابطشون، مقرراتشون و ارزشاشون. به هر حال اگر این آگاهی در دو طرف وجود داشته باشه، یعنی هم گردشگران نسبت به حقوق جامعه محلی، جامعه میزبان آگاه باشن و همینطور جامعه محلی هم نسبت به حقوق گردشگران اطلاع داشته باشه، در این صورت ما میتونیم در واقع بسیاری از اون اثرات منفی که به وجود میاد در زمینه گردشگری رو کنترل کنیم و مدیریت کنیم و به حداقل ممکن برسیم. بله. من عذرخواهی بکنم از بینندگان عزیزمون. در ابتدای کار من کامنت ها رو بستم برای اینکه خب زیاد روی صفحه نیاد و دوستان بتونن چهره نازنین شما رو بهتر ببینن، ولی الان کامنت رو باز گذاشتم و دوستان سوالشون رو میتونن بپرسن و در این چند دقیقه که باقی مونده، یکی از سوالاتی که الان روی صفحه میبینم این است که با توجه به شرایط موجود جامعه ما، ساختار جامعه روستایی ما و رقابت ناسالمی که حالا گفتن در اینجا هست، در شرایط فعلی آیا آماده هستیم که نیاز گردشگران رو در مناطق روستایی پاسخ بدیم و جامعه محلی رو به صورت حد اکثری از این بتونه نفع ببره؟ یکی از پرسش‌هایی است که در اینجا پرسیدن. درسته. به هر حال جامعه محلی باید برای مشارکت در گردشگری آماده بشه، آموزش ببینه، باید اون زیرساخت‌های لازم رو برای گردشگری فراهم بکنه تا بتونه در واقع گردشگران رو در واقع جذب بکنه و تجربهشون رو افزایش بده. حالا من اینجا یه نکته حالا اشاره بکنم که خیلی مهمه. خب در مناطق روستایی بعضن ممکنه که ما افراد محلی، مردم محلی خیلی
توان لازم رو برای سرمایه گذاری در گردشگری نداشته باشم. بله. یعنی نه خیلی آگاه هستم به بازار، به چون یه کار تخصصی و کار ظریفی هست، نه توان مالی دارن و نه توان فنی. اینجا ممکنه که افراد بیرونی به عنوان سرمایه گذار ظاهر بشن برای سرمایه گذاری در گردشگری روستایی، اشکالی نداره. در واقع این ورود سرمایه گذاران بیرونی برای مشارکت در گردشگری روستایی و سرمایه گذاری منافاتی با اون رویکرد اجتماع محور در گردشگری نداره. خب مثلا ما یکی از الگوهای سرمایه گذاری همین شراکت عمومی خصوصی هست. بله. که به عنوان مثال ما میتونیم در چنین مواردی یک الگوی در نظر بگیریم، در واقع یک مثلثی در نظر بگیریم که یک ضلع اون در واقع سرمایه گذار هست، یک ضلع اون در واقع جامعه محلی است، مردم محلی و نهادهای محلی، یک ضلعش هم به هر حال دولت هست، که در واقع شراکت و همکاری بین این سه ضلع در واقع میتونه منافع لازم رو برای جامعه محلی به همراه بیاره. ما بعضا شاهد بودیم که در همین زمینه اقامتگاه بومگردی افراد بیرونی رفتن تو روستا یه کاری انجام دادن، اقامتگاه بومگردی ایجاد کردن، ولی جامعه محلی مشارکت نداشته و منافعی رو برای جامعه محلی نداشته و این منجر شده به تعارض با جامعه محلی، که حتی بعضا منجر شده به خروج و اخراج سرمایه گذاران بیرونی. ولی خب قبل از شروع کار اگر در قالب شراکت بین جامعه محلی، بین سرمایه گذار و دولت به هر حال اینجا میتونه نقش موثری داشته باشه، میتونه ارتباط بین سرمایه گذار و جامعه محلی رو برقرار بکنه، دولت میتونه سهم خودش رو، نقش خودش رو در تامین زیرساخت‌های گردشگری فراهم بکنه و ضمن اینکه به هر حال جامعه محلی امکاناتی رو برای سرمایه گذار فراهم میکنه که بیاد در روستای خودش سرمایه گذاری بکنه، از اون طرف به هر حال توقعات و انتظاراتی از سرمایه گذار داره که مخصوصا در زمینه ایجاد اشتغال برای جامعه محلی و مشارکتشون در فعالیت‌های گردشگری، با این شراکت در واقع میشه منافع جامعه محلی رو فراهم کرد. خیلی ممنون از توضیحات مفصلتون. صحبت از تعارض کردید، چون ما تا شروع بکنیم از 9 یه مقدار گذشته بود، چون به طور اتومات یک ساعت این برنامه است، اگر خب ما نشون خود به خود قطع میشه، ولی چون از 9 گذشته بود ما هنوز 10 دقیقه فکر کنم فرصت داریم. تو این فرصت صحبت از تعارض کردید شما، یک نوع تعارض دیگه هم شاید در بحث گردشگری روستایی مطرح باشه، اونم تعارض بین به اصطلاح جامعه میزبان یا جامعه محلی و روستایی هست و جامعه میهمان یا گردشگرا. یعنی اگر ما بخوایم از دید اون سوالی که من پرسیدم در مورد آثار و پیامدهاش، خب اگه یه دستبندی کلی وجود داره میگیم خب یه بخشی از آثار و پیامدهاش در حیطه اقتصادی است، درآمد و افزایش و این اتفاقاتی که میفته، یه بخشش هم در بخش محیط زیست هست، مصرف منابع یا بحث آلودگی‌هایی که ممکنه پیش بیاد، اینا البته همه این پیامدها میتونه هم مثبت باشه هم منفی باشه، بستگی این داره که ما با چه روی کردی این رو پیش بگیریم و برنامه‌ریزی داشته باشیم یا نه. و یه بخش در مورد اجتماعی فرهنگی است، یعنی تو بحث آثار اجتماعی فرهنگی بخصوص اثر فرهنگی که میذاره بر روی روستاییان حضور گردشگرا، میگن اتفاقا خیلی هم پیچیده است، شاید در ظاهر ساده به نظر بیاد اما پیچیده است، که شما خواهش می‌کنم که بهش اشاره بفرمایید. اما اون بحث تعارض رو میخوام بگم، یعنی میخوام بگم که یه درک درستی معمولا بین گردشگرا و جامعه روستایی وجود نداره، یعنی جامعه روستایی معمولا گردشگرانی که از شهر میان عمدتا رو به صورت افرادی میبینن که خب اومدن خوش بگذرونن، تفریح کنن و برایشون خیلی فرهنگ محلی یا حتی منابع یا حتی محصولاتی که در مزرعهشون وجود داره خیلی مهم نیست، بنابراین ممکنه یه اصولی رو زیر پا بذارن. از طرف دیگر ممکنه گردشگران هم تصور نادرستی از جامعه روستایی و محلی داشته باشن و اونا رو به یه دید دیگه نگاه بکنن. میخوام بگم این درک درست نداشتن دو طرف ممکنه یه مقدار مسئله ایجاد بکنه، درسته؟ یعنی باعث بشه که این رونق نگیره یا باعث مقاومت‌هایی بشه در میان جامعه محلی و بازخورد منفی داشته باشه در رونق گردشگری. کاملا درسته.
من حالا یک نمونه عینی رو بیان بکنم در یک کمی روستاهای اطراف تهران، برقان رو من اشاره بکنم. بله. منطقه همین اطراف کرج هست. بله بله. شهرستان ساوج بلاق، اونجا مثلا تو روستای برقان جمعیت روستایی خب دو دسته هستن. یه عده که در واقع تو روستا ساکن هستن، ساکن دائمی هستن و فعالیت‌های روستایی دارن، حالا در زمینه‌های مختلف. بله. یه عده از جامعه روستایی در واقع موقت اونجا هستن، یعنی کسانی هستن که در واقع روستا تبدیل شده به خانه دوم اونها، یعنی اینها محل سکونتشون در جای دیگه هست، در کرج هست، در تهران هست، شغلشون بله. خارج از روستا هست، ولی اینا چون بومی روستا بودن با توجه به جذابیت روستا در روستا خونه دارن، ویلا دارن و معمولا در تعطیلات آخر هفته در روستا هستن. اینجا این دو دسته نگاهشون به گردشگری متفاوته. اینهایی که کسب و کارشون، درآمدشون بیرون هست و آخر هفته میان در روستا، کلا با ورود گردشگران مخالفن. بله. چون به هر حال احساس میکنم وقتی گردشگران میان داخل روستا، آرامش روستا به هم میریزه، روستا شلوغ میشه و اون آرامشی که اونها دنبالش بودن به هم میخوره. بله. در مقابل اونایی که در روستا سکونت دارن، سکونت دائمی دارن و کسب و کارهایی رو ایجاد کردن، مخصوصا در ارتباط با گردشگری، انواع و اقسام مغازه‌ها و محصولات مختلف لبنی وجود داره، اینها نگاهشون به گردشگری مثبته. چرا؟ چون گردشگر وقتی میاد اینجا، اینا میتونن به راحتی محصولاتشون رو عرضه بکنن. میخوام بگم که این گونه شناسی گردشگران و گونه شناسی جامعه میزبان خیلی مهمه و نگاه ها متفاوته. در بعضی از روستاها حتی ورود گردشگران به داخل بافت روستا محدود شده و ممنوع شده. ما بله. مثلا در همین فکر کنم روستای ورده هست در منطقه ساوش بلاق رفتیم، ورودی روستا که به سمت امامزاده میره در واقع باز هست و گردشگران میتونن بیان برن داخل امامزاده زیارت کنن و برگردن، ولی قسمتی هست که میره داخل بافت روستا. بله. اونجا تابلو زدن و در گذاشتن، نرده کشیدن و نوشتن که ورود گردشگران به داخل روستا ممنوع هست. حالا یه دلیلش حالا این است که اون خونه هایی که در اونجا هست داخل بافت موقت دائمی نیست و چون خلوت هست داخل بافت ممکنه که اونجا مشکلاتی به وجود بیاد، سرقتی به هر حال بله. صورت بگیره. یه بخشش هم این است که به هر حال گردشگران ما خب نسبت به جامعه میزبان آگاهی ندارن و حقوق جامعه میزبان رو در واقع رعایت نمی کنن. برای اینکه اون تعارض به وجود نیاد، باید طرفین، هم گردشگران و هم جامعه محلی، حقوق متقابل یکدیگر رو در واقع رعایت بکنن. بله. که در گفتم در اون فرایند خب جامعه محلی آموزش میبینه، با گردشگران باید با فرهنگ گردشگری آشنا باشن و بیاد جامعه محلی خب. خودشو معرفی کنه، بیاد ضوابطش و مقرراتش رو بیان بکنه. از اون طرف هم به هر حال جامعه گردشگران باید آموزش ببینن، باید بله. بدونن که به کجا میرن، روستایی که دارن میرن چه ویژگی هایی داره، چه ارزش هایی داره، چه فرهنگی داره. رعایت حقوق بین طرفین بله. میتونه اون عوارض منفی رو کاهش بده. بله دقیقاً، ببخشید میون فرمایشتون. این آموزش دو طرف در واقع یه حلقه مفقوده‌ای که توی گردشگری ما بخصوص گردشگری روستایی نیست، هم برای جامعه میزبان هم برای جامعه میهمان، دو طرفه که هم بتونه این تعامل و به اصطلاح اشتراک گذاری فرهنگ شکل بگیره، هم بتونه باعث رونق گردشگری بشه با حداقل تعارضات یا اصلا نداشتن تعارضات و اختلاف. توی همین بحث آخرین سوال از شما بپرسم که یه اشاره به گردشگری روستایی پایدار داشته باشید. خب کلمه پایداری از توسعه پایدار گرفته شده، در مورد گردشگری پایدار یا گردشگری روستایی پایدار میتونیم این رو چجوری مثال بزنیم؟ گردشگری پایدار در واقع همونطور که مستحضرید یکی از رویکردهای جایگزین هست در زمینه توسعه گردشگری. خب در برابر گردشگری انبوه که پیامدهای نامطلوبی داره،
چه در زمینه محیط زیستی، چه در زمینه حالا اجتماعی و فرهنگی رویکردهای جدید گردشگری و رویکردهای جایگزین مطرح شده که اینها در حال آثار منفی گردشگری کاهش پیدا میکنه در زمینه‌های محیط زیستی و اجتماعی و فرهنگی، که یکی از این رویکردهای جایگزین رویکرد گردشگری پایدار هست که در این رویکرد به ابعاد مختلف توسعه پایدار توجه میشه، در واقع ابعاد محیط زیستی، ابعاد اجتماعی و ابعاد اقتصادی با هم در نظر گرفته میشه. بله. و در واقع گردشگری پایدار گردشگری است که یک تعادلی بین این ابعاد محیط زیستی، اقتصادی و اجتماعی به وجود میاد. در زمینه محیط زیستی، خب گردشگری پایدار باعث حفظ و ارتقای محیط زیست میشه. در بعد اقتصادی، گردشگری روستایی باید کمک بکنه به ایجاد و توسعه کسب و کارهای گردشگری، درآمدزا باشه، مولد باشه، سودآور باشه. در زمینه اجتماعی هم به هر حال باید کمک بکنه به توسعه اجتماعی محلی، افزایش توانمندی ها، افزایش ظرفیت و همبستگی و انسجام جامعه محلی. به طور کلی در بحث گردشگری روستایی، گردشگری پایدار باید منصفانه باشه، یعنی فصل مشترک ابعاد اقتصادی و اجتماعی منصفانه بودن هست، یا در واقع همون اکویتبل، یعنی در واقع منافع گردشگری که به وجود میاد باید نصیب جامعه محلی بشه، اکثریت جامعه محلی، نه اینکه فقط افراد معدودی از منافع گردشگری در واقع برخوردار باشن. منصفانه بودن، اکویتبل، در واقع فصل مشترک بود اجتماعی و اقتصادی هست. یا مثلا به لحاظ فصل مشترک ابعاد اقتصادی و محیطی باید ماندنی باشه، یعنی باید بهره برداری ما از منابع طبیعی باید متناسب با اون قابلیت و ظرفیت و توان محیط باشه. بله. یعنی ما بهره برداری حد اکثر نخواهیم داشت که صرفا ممکنه منافع اقتصادی کوتاه مدت داشته باشه. بله. باید بهره برداری از طبیعت، منابع طبیعی به گونه‌ای باشه که به محیط زیست آسیب نرسونه، که در این صورت خودش میتونه عامل پایداری اقتصادی باشه، پایداری کسب و کارها باشه در بلند مدت. در واقع اگر کسب و کارهای گردشگری منجر به تخریب محیط زیست بشه، مسلما اون گردشگری منافع اقتصادی پایدار نخواهد بود و پایدار نخواهد بود، و به حال همینطور به لحاظ ابعاد اجتماعی و محیطی به حال باید قابل تحمل باشه، بیربل باشه تا بتونه کمک کنه به منافع و توسعه اجتماع محلی. بسیار عالی. البته رویکردهای گردشگری جایگزین خب همپوشانی با هم دارن. مثلا فرض کنید رویکرد توسعه گردشگری اجتماع محور با رویکرد گردشگری پایدار با هم مرتبطه. بله. خب ولی در گردشگری روستای اجتماع محور بُعد اجتماعی یه مقدار به هر حال بله پررنگ‌تر هست و قوی‌تر است. اگر در گردشگری پایدار ما یه توازنی بین ابعاد سگانه بخوایم قائل بشیم، در گردشگری اجتماع محور ضمن اینکه به این ابعاد توجه میشه، بُعد اجتماعی به هر حال پررنگ‌تر هست و قوی‌تر. بسیار عالی. خیلی ممنون، سپاسگزارم جناب دکتر از وقت گرانبهاتون رو در اختیار ما گذاشتید، دعوت ما رو پذیرفتید و با بحث‌های دقیق و جالبتون من و بینندگانی که در این تالار گفتگو امشب شرکت کردن استفاده کردیم، بهره بردیم. من چون میدونم الان تموم میشه، خداحافظی میکنم و بازم از شما تشکر میکنم و یه توضیح خدمت همه بینندگان میدم که فردا شب هم ما از ساعت 9 تا 10 در خدمت شما هستیم با آقای دکتر سجاسی از دانشگاه فردوسی مشهد، و در موضوع بحث فردا شبمون آسیب شناسی گردشگری روستایی در ایران خواهد بود. امیدوارم که فردا شب هم شما رو ببینیم و از بحثایی که و سوالاتی که میپرسید استفاده کنیم. من کامنت باز گذاشتم، نمیدونم حالا گیر کرده یا چی هست، که یه سوال فقط روی صفحه اومد و اینو من مطرح کردم، در صورت اگر اشکالاتی بوده من عذرخواهی میکنم از همه. آقای دکتر اگه صحبت پایانی نکته دارید بفرمایید. خیلی ممنون و متشکر هستم.
امیدوارم که این برنامه مفید بوده باشه و مؤثر بوده باشه. باز ما در خدمت تو هستیم. حتما بوده. به هر حال به اشکال مختلف ما میتونیم این ارتباط رو داشته باشیم. اگر نکته‌ای باشه پیشنهادات و انتقادات دوستان رو میپذیریم. امیدواریم که این برنامه ها استمرار داشته باشه. انشاءالله سپاسگزارم. منم از شما سپاسگزارم و شب خوبی براتون آرزو میکنم. خیلی ممنون که اومدید. از دوستان عزیزی که در تلاش شرکت کردم و کردم واقعا سپاسگزارم و باعث دلگرمی ما بودن که تعداد زیادی امشب شرکت کردن. انشالله که موفق باشن و بتونن بهره گرفته باشن از امشب. بازم سپاسگزارم و همه رو به خدای بزرگ می‌سپارم. شبتون خوش. خدا نگهدار. خدا حافظ شما. علیکم. خدا حافظ.